شیرپره گلحسن، سوغات حیاتی میراث استاد گلحسن. میراثدار این سوغات در حال حاضر رمضان علی مشهور به خلیفه رمضان است. او از شاگردان حاجی گلحسن هراتی است که عمری را در این کارخانه شیرپره پخته است. صحبت‌های شیرینی از کارش دارد. شیرپره هم به شما گفتم پنج نوه، اول مخصوص، اول دیوم، مثلا اگر پنج نوه شیرپره تیار میکنیم، دیگه داخل از ظرف ها میگذاریم، بعد دیگه مثلا سوغاتی زیادتر مثلا به کابل میبرم، شیرپره به کابل میبرم، حلوا به کابل میبرم، به ایران هم که سوغاتی زیادتر مثلا شیرپره میبرم. مزه شیرپره دست حاجی رمضان از مرزها فراتر رفته و او مشتریان زیادی از کشورهای همسایه دارد. خیلی ها برای سوغاتی اینجا می آیند و شیرپره دست استاد رمضان علی را برای دوستانشان می فرستند. آمدین شیرپره بگیریم، شیرینی بگیریم، برای نقصیزان، برای شیندخوری، برای طلبان همی تنی این از اینجا شیرینی می باریم. همین شیرپره اینا خیلی می خریم می باریم از اینجا. شیرینی ایراد یک شیرینی نابه و نامدار در سطح افغانستان، خصوصا شیرپره و الواسوان ایراد. و ما امروز سفر داریم به ولایت کابل، دوستایی که اونجا هستن اینا در انتظار سوغاتی هستن که برای از اینا از ایراد ما چی سوغاتی ببریم. ولی من بهترین نظری که داشتم همیشه که به کابل میرم برای دوستا شیرینی ایراد نمیبرم. شیرپره هراتی به انواع زعفرانی، شیرپره مخصوص، شیرپره دست اول، شیرپره دست دوم دسته بندی می شود که در این کارخانه شیرپره سازی آماده می شود. استاد رمضان علی از بازار کساد شیرپره شاکی است و کرونا را عامل این کار می داند. عرض فی مرضی آمده، مردم کم پولم، فقیر شدم، نمی خورم، کم استفاده میشه نسبت به سابق شیرپره و حلوا. ما هر روز از اینجا 100 کیلو شیرپره به ایران می کردیم، ولی 1 کیلو به ایران نمی ره، غیر از سوغاتی اگر ببرم. به اینجا هم همچنین، اگر ما شما پارسال پرسال 200 کیلو اینجا شیرپره می رفت، حالا شاید 100 کیلو شیرپره فروشی باشه. کم شده فروش، کم شده. کارخانه استاد رمضان علی یکی از کارخانه‌های بزرگ تولیدات شیرینی است که در هرات نظیرش کمتر دیده می‌شود. در این کارخانه انواع نق، کیک، کلوچه، حلوا، شیرپره، ژله، گاز و ده‌ها نوع شیرینی دیگر تولید می‌شود که از نام خوشی برخوردار می‌باشد.